ای نام تو بهترین سر به نام تو نامه ای کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هفتم خوش آمدید خوش آمدید به درس زبان و ادبیات دری از برنامه مکتب هادی دوستان عزیز به جلسه 25 رسیدیم عنوان درس امروز ما ورزش و فواید آن است در ادامه بحث در حوزه علائم نگارشی آشنا خواهیم شد ما و شما با یکی از این علامت ها تحت عنوان شارحه یا نقطه سربسر دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال کنید آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما دوستان گرامی هستیم نمبر ارتباطی ما و شما 2964 780 255 40 13 است عزیزان جان بروید برگردیم و درس را آغاز کنیم خب شاگردای عزیز کار خانگی جلسه قبل کار خانگی جلسه قبل سوالش این بود در زبان دری علامت سیمی کلن چه کاربرد هایی دارد علامت سیمی کلن گفتیم که یکی از علامت هایی که تحت عنوان علائم نگارشی است که در حوزه در واقع نگارش و جمله بندی یک متن یک نوشته کمک بسیار زیادی میکند علامت سیمی کلن است علامت سیمی رو اگر دقت کنید دو سان از دو علامت تشکیل شده یک در واقع نقطه دارد و بالای این نقطه یک علامت کامه یا ویرگول قرار دارد که نشان میدهد که در واقع ترکیبی ما بین این دوتا سیمی کلن میشد یعنی چی؟ یعنی میگویم در تعریف سیمی او نشانه است او علامت است که یک مکس است یک علامت مکس است توقف است درنگ است با این تفاوت که این مکس باید از کامه یا ویرگول کمی طولانی تر باشد کمی بلندتر باشد این مکس ولی از نقطه در واقع ای درنگه ای صبر از نقطه باید کمی چی باشد؟ کمی کوتاهتر باشد یعنی کوتاهتر از نقطه و بلندتر از ویرگول باشد حالا در چه جاهایی علامت سیمیکولن کاربرد دارد؟ میخواییم کاربردش را دوستان با همدیگر مرور بکنیم و بدانیم میگویم پس کاربرد سیمی خب میگویم کاربردش یک در عباراتی که در ظاهر مستقل ولی در معنا پیوسته باشد پس چگونه دوستان؟ پس اگه دیدیم که در ساختار یک متن یک نوشته ما یک عبارتی داریم یک جمله داریم یک جمله پیوسته داریم که از نظر معنا از نظر معنا به هم پیوسته است ولی شکل ظاهری او را که میبینیم فکر میکنیم این جمله یک جمله مستقل است ولی زمانی که در واقع این علامت را داشتیم این نشانه ها را داشتیم ما از چه استفاده میکنیم از سی میکنن استفاده میکنیم یک مثال بزنیم مانند دو دوستان میگوییم که پدرم از سر کار برگشت شام خورد و به اتاق خود رفت نگاه کنید دوستان این یک ترکیب است ترکیب چی میگوید؟ میگوید پدرم از سر کار برگشت در ظاهر یک جمله چیست؟ یک جمله مستقل است ولی ادامه دارد شام خورد ای شام خورد به کی برمیگردد؟ بازم به پدر برمیگردد ویژگی و توضیح بیشتر پدر را و به اتاق خود رفت باز هم کی پدر حالی ما چند جمله داریم در مورد یک نفر که هر کدام جمله مستقل است ولی همه جملات مستقل چیست همه جملات مستقل از نظر معنایی به یکدیگر پیوسته هستند ما بین ای عبارت ها ما از سیمکولن استفاده میکنیم پدرم از سر کار برگشت سیمکولن میذاریم شام خورد سیمکولن میذاریم و به اتاق خود رفت نگاه کنید دوستان پس این میشه یک کار برد کار دوم کجاست؟ میگوییم زمانی که در عبارتهایی یا در عباراتی که از چه استفاده شد؟ زیرا اما اگر چه استفاده شود هر زمانی که در عبارت هایی که شاید عزیز داشتیم این کلمات را داشتیم زیرا اما اگر چه بدانید که باید از چه استفاده کنید از سیم کلن استفاده کنید یک مثال میزنیم که این عبارت برای شما روشن شود مانند اگر دولت به وظایف خود عمل نکند زندگی مردم به سختی و مشقت می افتد نمیخون شایده عزیز؟ این یک عبارت است اگر دولت به وظایف خود عمل نکند زندگی مردم به سختی و مشقت می افتد خب نگاه کنید شایود عزیز ما اول عبارت با چی شروع شده اگر چی گفتیم اگر پس این عبارت عبارتی است که با ای کلمه با کلمه اگر استفاده شده و شروع شده خب اگر دولت ها به وظایف خود عمل نکند اینجا جمله چه می شود؟ تمام می شود پس انتهای جمله ما از علامت چی استفاده می کنیم سی استفاده می کنیم. درنگ میکنیم کمی ثبت میکنیم ادامه جمله رو میخوانیم زندگی مردم به سختی و مشقت میافتد این او جمله رو دوستان میگویند در ساختار زبان دری جمله شرطی جمله ای که با شرط شروع میشود یک شرطی در داخلش ای در واقع جمله موجود است که میخواهد رمز موفقیت حاصل شدن او عبارت را بیان میکند به شرط اینکه یک شرطی میگذارد اگر این شرط محقق شود ادامه او فرایند امکان پذیر می شود پس سیمی او مکسی بود او درنگی بود که از نقطه کوتاهتر است ولی از کامه یا ویرگول طولانی تر است و دو مورد کاربرد داشت که برای شما دوستان شاگردان عزیز بیان کردیم خب شاگردای عزیز و گرامی وارد درس امروز شویم که درس جدید ما و شماست درس امروز ما عنوانش ورزش و فواید آن است یکی از فعالیت های بدنی یکی از کارهای روزانه و روزمره ای که ما و شما انجام بدهیم شاگرد عزیز انجام فعالیت های خاصی است که برای سلامتی و تندرستی و صحت و سلامتی بدن جسم و روح و روان انسان لازم و ضروری است حال میخواییم در مورد ورزش و اثرات و پیامدها ها و به طور کلی فوایدی که بالای صحت انسان دارد با هم گفتگو کنیم خب در ابتدا میگویم قرار دادن ورزش در برنامه های روزانه یکی از چیزهایی که در برنامه روزانه ما و شما باید حتما ذکر شود حتما پیاده شود حتما انجام شود دوستان یست که در برنامه روزانه خود جایی برای ورزش کردن خالی بگذارید در طول روز حتما نیم ساعت تا یک ساعت برای انجام حرکات ورزشی دوستان کنار بگذارید تا سلامتی شما در تمامی ادوار زندگی حاصل شود زندگی سرشار از تندرستی و سلامت همیشه میگوید که تن سالم در بدن سالم است روح سالم در بدن سالم است بدن سالم چگونه حاصل می شود با انجام ورزش هر زمانی که شما ورزش انجام بدهید تمام وجود شما تمام جسم شما تمام عضلات بدن شما از شادی مسرت سرشار می شود اجرای ساده ترین ورزش ها فوتبال، والیبال، بسکتبال، میدانی، پیاده روی و, و و و و انواع ورزش های مختلفی که توانید انجام دهید و جالب است که در واقع اجرای ساده ترین ورزش ها خود میتواند نوعی ورزش باشد اگر بدن سالم میخواهد حاصل شود، سلامتی کامل به دست آید باید ورزش ها را به شکل کاملا متفاوت انجام دهید گاهی وقتا ما ممکن است یک ورزش ساده کنیم یک توپی باشد بین شاگردان میاندازیم و مشغول بازی کردن میشیم این به سلامتی کمک می کند برخی وقتا میخوایم یک ورزشکار حرفه شویم یک ورزش را به عنوان یک رشته ورزشی به عنوان یک رشته کاملا حرفه ای دنبال میکنیم به دنبالی هستیم که در این رشته به مقامات بالایی دست پیدا کنیم و بتوانیم او خاصه ها که کمال مطلوب هر انسانی است در عالیترین ترین مرتبهش در ای امر ورزش اتفاق بیفتد نقش حیاتی ورزش در ایجاد زندگی بدون بیماری یکی از نشانه های انسان سالم است که همواره ورزش را در راه ورزش کردن ممارست میکند ورزش را قطع نمیکند در یک دوره ورزش انجام داد و خلاص و تمام نه ورزش باید در تمامی مراحل زندگی شما اتفاق بیافتد و همواره ممارست داشته باشید مداومت داشته باشید تا ورزش کردن را همواره در طول مراحل انجام دهید خب ضرورت ورزش کردن ورزش کردن چه ضرورتی دارد چه الزامی دارد و چه اهمیتی در زندگی ما و شما دارد اولین ضرورت ورزش دوستان میگوییم انجام بسیاری از مشاقل با نیروی یدی در دوره های گذشته اگر نگاه کنیم مشاقل بسیار ساده و ابتدایی بودن هنوز علم پیشرفت نکرده بود تکنولوژی وارد زندگی مردم نشده بود و بسیاری از کارهایی که انسانها انجام میدادند در زمره کارهای یدی بود کارهایی بود که با دست شکل می گرفتن. اگر در زندگی قدیم نگاه بکنید پدر و مادر شما به مشاقل کشاورزی و دهقانی روی می آوردن کارهایی که انجام میدادند برای انجام کارهای زراعی در زمینهای کشاورزی در زمینهای حاصلخیز خیز خود چیکار میکردند از نیروی بدنی خود استفاده میکردند از نیروی در واقع جسم خود استفاده میکردند بسیاری از کارها در شهرها نیز همین گونه بود در بسیاری از شرای بزرگ وقتی کار میخواست انجام شود با نیروی جسم انسان انجام میشد و استفاده از نیروی جسم باعث تقویت نیروی جسمانی شما میشد و باعث میشد که یک بدن سالم و یک بدن کاملا بهبود یافته داشته باشید انجام سفرهای بین شهرها پیاده یا سواره امروز میبینید که بسیاری از مسافت هایی که میخواهید از یک ولایت به ولایت دیگر از یک شهر به شهر دیگر طی بکنید با وسایل حمل و نقل بسیار پیشرفته شکل میگیرد می در کمترین زمان از یک نقطه به نقطه دیگر از مبدا به مقصد حرکت میکنید و به راحتی و به سهولت و در عین آرامش و راحتی به مقصد خود میرسید ولی در گذشته این گونه که نبود در گذشته وقتی می از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت میکردند، باید سختی های راه را تحمل میکردند. آن هم چه سختی چی مشقتی بسیار مشکلات در راه پیش می آمد تا فرد از نقطه مبدع به نقطه مقصد خود برسد. به طور مثال میگویند کسانی که در قدیم برای انجام زیارت خانه خدا به کعبه مکرمه مشرف شدن به سمت در واقع مکه حرکت می کردن وسایل حمل و نقل امروزه که نبود موترها و مینه و وسایل این گونه که نبود تیاره هم که موجود نبودن چیکار میکردن برای عبور از یک نقطه به نقطه دیگر برای که از افغانستان از یک ولایت حرکت کنن برن به سمت عربستان در مکه خانه خدا را زیارت کنند باید مسافت بسیار طولانی را آن هم با حیوانات چارپا با اسب و استر و قاطر و شطور تایی میکردن به طوری که نزدیک چهل برخی ها میگن نزدیک دو ماه طول میکشید که یک انسان برای انجام زیارت و خانه خدا برود و برگردد آن هم بالای یک حیوان که در واقع چی؟ سختی را آفتاب میتابد خشک است، آب نیست، امکانات رفاهی موجود نیست و بسیار بسیار سختی انسان میابد در گذشته گونه بوده حال در واقع بسیار سفرها سهولت پیدا کرده است پایداری در برابر سختی ها و چیرگی بر آنها یکی از نشانه های انسان ورزشکار است که در برابر سختی ها مقاومتش بسیار بسیار افزون است بسیار زیاد است در حالی که انسان هایی که از ورزش بهره نبردن در برابر سختی ها تاب مقاومت ندارند خب فایده های ورزش کردن ما گفتیم که عنوان درس ما ورزش و فا... فایده آن فواید آن است حال ورزش کردن در انسان گفتیم که این اثرات را دارد این ضرورت را دارد می فوایدی که بالای انسان دارد بالای وضعیت صحت انسان دارد را با هم بررسی بکنیم اولا میگویم انسان دارای دو بود است انسان موجودی است که از روح و جسم تشکیل یافته است حال وقتی که شما ورزش میکنید وقتی که تمرینات ورزشی فعالیت های ورزشی را انجام میدهید این فعالیت های ورزشی هم بر روح شما اثر میگذارد و هم بر جسم شما و این اثرات اثرات بسیار مثبتی بالای وضعیت صحت شماست خب با هم بررسی میکنیم اگر انسان را به عنوان یک انسان جسمانی نگاه کنیم اگر انسان را به عنوان یک موجود فیزیکی نگاه کنیم میبینیم که ورزش کردن اثرات را بالایش داره یک سلامتی و نیرومندی میبینیم که اولین حسی که در انسان شکل میگیرد حس قدرت بسیار بسیار فضاینده است انسان وقتی ورزش میکند یک نیروی بسیار عجیبی را در درون بدن خود در ازولات خود در دستها، در باها در تمام وجود خود حس میکند این نتیجه ورزش کردن است دوم تاخیر در لخته شدن خون انسان است میبینید که برخی از انسان ها یه زمانی که دستش پایش دوچار آسیب دیدگی میشود خون فوران میکند خون از بدن بیرون میزند اگر این را نگاه کنید برخی از انسان ها زود خونش لخته میشود خونش در واقع بند میآید بسته میشود او انسان ها انسان است که از ورزش همیشه به طور مداوم استفاده میکند حال برخی انسان ها هستن که این لختگی خون در بدنش بسیار بسیار آهسته و بسیار کند پیش میرد ای افراد کسانی هستند که در زندگی روزمره خود از ورزش بهرهی نمیگیرن بعدی کاهش ابتلا به دیابت یکی از بیماری هایی که متاسفانه بالای سطح انسان بسیار خطرآفرین است بیماری مرض قن یا همو دیابت است اگر نگاه کنیم دوستان کسی از فا فا فامیلای خود بستگان خود در اطراف دوستان آشیان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از بیماری دیابت در کهنسالی رنج ببره. ی افراد کسانی هستند که در دوران نوجوانی جوانی میانسالی حتی در دوره کهنسالی ورزش نمیکرده است پس کاهش ابتلا به دیابت یکی دیگر از فواید ورزش کردن است مورد بعدی دوستان تسریع خونرسانی به بدن است هر زمانی که خون با سرعت بسیار بالا در نقاط مختلف بدن شما منتشر شود حس خوبی و شادمانی را حس می کنید یک حسی است که در همه انسان ها مشترک است ورزش کردن یکی از عواملی است که باعث تسریع و سرعت گرفتن فرایند پمپاژ خون به نقاط مختلف بدن می شود خون را به نقاط مختلف بدن با سرعت می رساند و باعث شادمانی و احساس شادی شما می شود دفع چیزهای مزر بدن یکی از چیزهایی که در بدن ما مزر است همین عرق است عرق در داخل بدن شما اگر ماندگار شود باعث بیماری های بسیاری در داخل بدن میگردد ولی وقتی ورزش میکنید عملیات طریق در بدن شما سرعت میگیرد و باعث میشه که عرق از بدن شما خارج شد به همراه عرق بسیاری از املا و موادی که بالای سلامتی و صحت شما ضرر رسانه است از بدن شما خارج میگردد خب این در حوزه جسم بود حالی حوزه روح انسان ورزش بالای روح انسان بالای روان انسان چه اثراتی دارد میگویم یکی اول افزایش قدرت حافظه اگر دقت بکنید یکی از چیزهایی که بسیاری از علمای علم صحت علم پزشکی علم در مورد انسان ها میگویند که اگر میخواهید که یک مطلب را خوب 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 یاد بگیرید قبل از اینکه وارد او مطلب شید قبل از اینکه کتاب را باز کنید اون مطلب را بخوانید و یاد بگیرید بروید یک روب نیم ساعت استراحت کنید و بعد ورزش کنید ورزش بکنید ورزش باعث میشود که ذهن انسان خالی شود قدرت حافظه شما تسریع پیدا کند افزایش پیدا کند و وقتی بعد از اینکه ورزش کردید وارد و کتاب میشید کنار و کتاب می آید و کتاب را و مطلب را باز میکنید و میخواهید یاد بگیرید حافظه شما دو برابر قدرتش بیشتر میشد و سرعت یادگیری را افزایش میداد مورد بعدی رفع خستگی و کسالت است انسان است. کسل انسان است که همواره از ورزش به دور است ورزش بکنید کسالت خستگی از بدن شما فرار میکنه خب در ادامه فواید بعدی رو دوستان میخواهیم برای شما بیان کنیم فواید دیگری نیز در کنار فواید جسمی و روحی انسان در حوزه ورزش کردن وجود دارد که یک سری فواید دیگری نیز در کنارش زمیمه میشد تفریح و سرگرمی یکی دیگر از فوایدی است که انسان ها وقتی که ورزش میکنند از احساس شادمانی از احساس سرگرمی استفاده میکند و بالای صحت شما بسیار مفید است آشنایی با رسم و رسوم زندگی بدانید که در زندگی ما متاسفانه در کشورهایی که در مشرق زمین قرار دارند ورزش در حوزه برنامه های روزانه جایگاه خاصی ندارد در حالی که افرادی که در مغرب زمین زندگی میکنند حتما در طول زندگی روزمره خود وقتی را ساعتی را دقیقه را برای ورزش کردن کنار میگذارم ما هم باید در زندگی روزمره خود در واقع ورزش را جای بدهیم و ورزش به عنوان یک عادت روزانه در زندگی ما باید نقش بگیرد و یک مورد دیگری که تحت عنوان فایده ورزش کردن است دوستی میان ملت هاست امروز ببینید که مسابقات ورزشی مختلفی در عرصه های های ورزشی مختلف فوتبال، والیبال، بسکتبال، دو میدانی، المپیک و در واقع های مختلفی شکل میگیرد در حوزه ورزش‌های بین‌المللی، ورزش‌های جهانی می‌بینیم که بسیار سطح‌های کلانی ورزش کردن شکل می‌گیره. حالی این ورزش به دنبال چیست؟ به دنبال است که میان ملت‌ها دوستی، صلح و احساس اشتراک در واقع قائل شود و انسان‌ها و ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند که با آداب و رسوم با فرهنگ همدیگر آشنا شد و زمینه صلح مابین بین تمام کشورها در تمام نقاط مختلف را فراهم کند خب دوستان در انتها چند بیت از یک از شاعران بزرگ به نام آقای محمد تقی بهار یا ملک الشعرای بهار که از شاعران دوره معاصر در کشور دوست و همسایه ایران می باشد می خوانیم که در حوزه ورزش ایشان چند بیت می گویند که بسیار تعمل برانگیز است تن زنده والا به ورزندگی است که ورزندگی مایه زندگی است به ورزش گرای و سرفراز باش که فرجام سستی سرفکندگی است ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی و کوشندگی است بله شاگردای عزیز ورزش 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 موجب آسایش رفاه و سرافرازی همه افراد نه تنها همه ملت ها در تمام نقاط مختلف جهان است خب بخش دوم شاگردای عزیز در حوزه قواعد نگارش است امروز در حوزه علائم نگارشی می خواهیم آشنا شیم با یکی از علامت های جدید تحت عنوان شارحه یا دو نقطه سر بسر. اگر نگاه کنیم علامت از نظر شکل ظاهری چگونه است دو نقطه بالای همدیگر است یعنی سر به سر اگر دو نقطه رو بگذاریم تحت عنوان شارحه از او یاد میکنیم حال این نشانه در کجاها کاربرد دارد میخواهیم موارد کاربرد شاره رو با هم بررسی کنیم اول میگویم برای نقل قول مستقیم دیگران پیش از قوس کوچک استفاده میشود یک زمانی میخواهیم یک سخنی را یک حرفی را یک حدیثی را از کسی نقل قول کنیم هر زمانی که اون سخن را بیان کردیم بیهیم کار میکنیم از علامت شاره استفاده میکنیم او گفت ما هم غنیمتیم و شما هم غنیمتید این یک نقل قول از کسی او گفته خب وقتی میگوییم گفت در انتهای گفت چه میآوریم از علامت شارعه استفاده میکنیم و سخن را نقل قول میکنیم خب دوم برای شرح و تفصیل یک مطلب در جمله اگر یک جمله داشته باشیم خواستیم او را شرح دهیم توضیح دهیم از علامت شارعه استفاده میکنیم این درس ها را تا به حال خوانده خب این درس ها چیا بودن؟ میخوایم توضیح دهیم همد، دعای مادر، بشر دوستی، اصراف، کامپیوتر و بسیاری موارد دیگر این درسها ها را در این کتاب با هم مرور کردیم حال اگه نکنیم کنیم این درس ها را تا به حال خواندیم علامت شاره چرا؟ چون میخواد توضیح دهد. توضیح بیشتر در واقع این مطلب نیازمند علامت شاره است و بعد بیان میشود سه پس از کلمه های مانند چون به حیث برای نمونه و موارد از این قبیل که به دنبال آنها یک مثال ذکر شود نگاه کنیم بیشتر پیشه ها مانند مثل آهنگری، نجاری، قلبه زمین و بسیاری دیگر با کوشش تنها و جسم ها همراه است. نگاه کنیم شاید عزیز وقتی ما میخواهیم پیشه ها را نام ببریم بعد از اینکه پیش نام بردیم میگوییم مانند ای مثل ای هر زمانی که این واجه های مانند و مثل بیان شد بعدش از علامت شارحه استفاده میکنیم مورد بعدی دوستان پس از عنوانهای کوچک کنار صفحه که سطر در ادامه آن نوشته شود نگاه میکنیم انواع های در واقع در زبان دری نگاه کنیم میگویم پس از عنوان های کوچک زمانی که ما یک عنوان عنوان بلند نه عنوان بزرگ نه یک عنوان کوچک داریم میخواهیم توضیح دهیم عنوان را در ادامه صد میایم چیکار میکنیم در ادامه صد از علامت شارحه استفاده میکنیم به طور مثال انواع ها در زبان دری خب میخوایم انواع ها در زبان دری را بیان کنیم میم چیکار میکنیم انتهای این مطلب از علامت شاره استفاده کرده و بعد انواعش را ذکر میکنیم در زبان دری دو نوع است نگاه کنید باز هم علامت شاره یک های ملفوظ داریم و یک های غیر ملفوظ یک هایی که در واقع در هنگام تلفظ بیان میشود و یک هایی که نوشته میشود ولی تلفظ نمیشود <applause> خب شاگردای عزیز و گرامی در پایان درس امروز رسیدیم کار خانگی جلسه آینده شما در زبان دری علامت شارحه در چه جاهایی کاربرد دارد موارد کاربرد شارحه رو دوستان شاگردای عزیز برای ما ارسال کنید چگونه ارسال کنید نمبر ارتباطی ما در کانال و فضای مجازی را حتما حتما فراموش نکنید در فضای مجازی نمبر ارتباطی ما چی بود 20964 780 255 40 13 این نمبر ارتباطی ما و شماست هر گونه کار خانگی که در این جلسه برای شما گفتیم برای ما ارسال کنید به انزمام زمیمن بکنید نظر و پیشنهادات خود را در حوزه مکاتبی که در واقع درس خواندید و مکتب حادی خاصه و خاصه تر درس شیرین و دلشسب ادبیات و زبان دری دوستان عزیز خسته نباشید مانده نباشید درس امروز را در همین لحظه به اتمام برسانیم تا جلسه دیگر و خداوندیار و نگهدارتان